پشت سر من همونطور که دارید میبینید تابلوی یادبود روح الله خمینی هستش. اینجا محل اقامت اون بوده، چند ماهی اینجا حضور داشته و بعد از اون در بهمن 57 وارد ایران شده. روز گذشته یعنی عصر روز چهارشنبه گروهی وارد این ملک خصوصی شدند و این تابلوی یادبود رو که حالا عکس روح الله خمینی در اون بوده و نوشته هایی به زبان فارسی و فرانسوی اون رو شیشه رو شکستن، این نوشته ها و عکس رو بیرون آوردن، به زمین انداختن و پرچم شیر و خورشید نشان رو در اونجا گذاشته بودن که البته پلیس بعدن اومده و همه اینها رو از اینجا جمع کرده. اما خب این بنای یاد بود اونطور که در رسانه ها بهش اشاره شده 6 سال پیش با همکاری سفیر وقت جمهوری اسلامی و شهردار نوفل‌لوشاتو در اینجا نصب شده. در طول حالا چند ماه اخیر که اعتراضات مردمی در ایران شروع شده، نهادهای حقوق بشری بسیاری درخواست کرده بودند از شهرداری نوفل‌لوشاتو که این بنا رو به احترام مردم ایران و قیامی که در حال حاضر در ایران در جریانه از دید عمومی پنهان بکنند و ظاهرا شهرداری این تصمیم رو گرفته بود اواسط ژانویه، یعنی حدود 1-2 هفته قبل، و قرار شده بود که این بنا رو یا این تابلو یاد بود رو به نوعی پنهانش بکنن. اما بعد از اینکه دیروز این بنا شکسته شد، واکنش‌های در واقع زیادی رو یا رسمی رو از جانب جمهوری اسلامی و مقامات فرانسوی در حال حاضر ندیدیم، یا اینکه شهرداری میخواد دوباره این رو درست بکنه یا همینطور باقی بمونه. ولی خب در شبکه‌های اجتماعی بسیاری استقبال کرده بودن از این اقدام و همونطور که گفتم، همونطور که سازمان‌های حقوق بشری هم درخواست می‌کردن، به احترام قیامی که مردم در ایران شروع کردن درخواست شده بود که این بنا به طور کل اینجا از دید عمومی پنهان بشه.